سلام به شما بیننده های خوب شبکه تیوی پلاس. امشب با یه گزارش کنسرت باحال دیگه در خدمتتون هستیم. همونطور که پشت سر من دارین میبینین، کنسرت آقای امیرعباس گلابه، خواننده محبوب این روزا، حسابی هم ترکوندش. باهاش مصاحبه مفصل هم انجام دادیم، با ما همراه باشین. ممنون. عشق اینجوری نیست، علاج درداش توی دوری نیست، تو حساسی من میفهمم، نه دیوونم نه بیرحمم، نه مشهورم نه مغرورم، هر وقت نیستی پر از دلشورم، این اشکاری کرد بمونیم با هم، نه تو مجبوری نه من مجبورم، با من زندگی کن با تمام خوب و بدها، من تا زنده باشم واسه این عشق بد نمیخوام. سلام عرض میکنم جناب گلاب، خیلی خوشحالم که دوباره در تیوی پلاس با شما صحبت. سلام عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان خوب و باحال تیوی پلاس. متشکرم ازتون آقای گلاب. در شرایطی توی تهران کنسرت گذاشتین و تو چند تا شهر دیگه کنسرت دارین و باز تهران تمدید میشه، که این روزها خیلی از خواننده ها میگن به خاطر شرایط اقتصادی مردم ما نمیخوایم کنسرت بذاریم، خیلی ها هم مثل آقای شهرام ناظری مخالف این تصمیم هم میگن خب این تأثیری در کاهش قیمت دلار و این چیزا نداره اگر ما این کارو بکنیم. شما نظرتون چیه و نگاهتون به این ماجرا چه هست؟ والا من چند بار مصاحبه کردم، یه صحبتی کردیم، حالا یه سری حاشیه هم شد حرفای منو چسبوندن به یه سری خواننده که حالا نظرشون مخالف من بود اینا. مثلا منظور خاصی به کسی شخص خاصی نداشتم، من کلیت کارم، من حرفم اینه، من از بچگی تلاش کردم، تنها هنر من اینه که بخوام خوانندگی و بخوام بخونم واسه مردم روی استیج، شادشون کنم، انرژی بگیرم ازشون، انرژی بدم. این آدمایی که میان کنسرتو کنسل میگن بکنین، خب خودشون حاضرن سر کار نرن از فردا. اگه قرار باشه هیچکی سر کار نره، بله ما هم سر کار نمیریم، چشم. یکی از دلیلش اینه، یکی از دلایلی که من کنسرت میذارم علاوه بر اینکه خیلی لذت میبرم، یه تعداد آدمایی میان، طرفدارایی میان که خیلی ساله با من به من گوش میکنن و اینا خیلی شاد با انرژی خوب میرن از سالن بیرون، یکی دلیلش اینه. و دلیل مهمتر اینه که خیلی ها از بغل این کنسرت های ما دارن نون میخورن، خیلی ها دارن کار میکنن. مگه قرار باشه کنسرتی کنسل شه، بالای باور کنیم بالای 100 نفر آدم از نون خوردن میفته. یعنی این سه تا دلیل باعث شده که من کنسرت ها رو با قدرت خیلی بیشتر، با انگیزه خیلی بیشتر انجام بدیم. خب یه کسی شرایطشو دارن که میتونه بیاد کنسرت، کسی هم نداره، خب نمیذاریم. من اعلامم کردم حتما تو کنسرت‌های خیابانی که اگه خدا بخواد حتما این اتفاق بیفته و مجوزشو بدن، حتما حتما به صورت رایگان ما کنسرت‌های خیابانی داریم و این قول رو به شما میدم 100%. اگه من یه خود شرایط خودم مهیا بشه، سالهای بعد حتما برای طرفدارای خودم حتما کنسرت رایگانم میذارم. I'm not afraid.
بحث دیگه ای که از طرف بعضی خواننده های قدیمی تر الان مطرح هستش، مثلا مصاحبه که آقای تاجیکی نواخر داشتن، آقای پرواز همایی مصاحبه کردن و خیلی از این دوستانی که حالا یه مقدار سابقه بیشتر دارن، به خصوص کسانی که تو موسیقی سنتی هستن، میگن چرا به خواننده های پاپ میرن با تهیه کننده ها میبندن خواننده های جوان و انقدر سریع مثلا سالن میلاد و اینا رو بهشون میدین، اینا باید پله پله رشد کنن، باید اول برن سالن های کوچیک، بعد نمیدونم 3 سال اونجا باشن، بعد 5 سال اونجا باشن و اینا. و خب اشاره ای هم که میکنن تقریبا به خواننده های جوان و مطرحی هست که شاید شما هم البته میدونم که پیشینه خیلی طولانی تو موسیقی دارین، ولی یه جوری شامل حال این اعتراض میشین. شما فکر میکنین که آیا واقعا یه خواننده باید یه 7 مرحله سختی رو طی کنه بیاد روی سالن‌های اصلی تهران، یا نه اگر کسی صداش عالیه، استعدادش عالیه، یه تهیه کننده تشخیص میده که این یه استعداده، اجازه داره که بیاد اجرا کنه؟ من کاملا با حالا مصاحبه این عزیزانی که اسپوردین رو من ندیدم و گوش نکردم، ولی کاملا با این حرفی که میزنن موافقم. حالا شما میگین منو به اسم خواننده جوان، من از سال 85 دارم میخونم، از 7 سالگیم موسیقی سنتی کار میکردم و خیلی تجربه دارم. حالا درست رو استیج 2000 نفری، شاید هم حتی تو جشن چرچراغ تو استیج 2000 نفری هم سن 14 سالگیم رفته بودم که اونجا هم گروه ما اول شد. منظور این که من خودم خیلی خوب بین گروه هایی که میرفتیم تشکیل میدادیم 100 نفر 500 نفر 1000 نفر تجربه شو داشتم، ولی کاملا حرفایی که این اساتید زدن درسته. یه خواننده باید خیلی روش کار بشه که روی استیج بیاد. شما میبینین الان خیلی از خواننده های ما حالا میان هنرمندن، مشکلی نداره، خوندن و بلدن، خوبم میخونن، انسان‌های بسیار خوبی هم هستن، ولی خب میان یه جور دیگه دیده میشن، یه جور دیگه قضاوت میشن، که به نظر من این تایید کننده ها هستن که باید اینا رو پرورش بدن، عجله نکنن، یک سال دو سال کمترین حالتش رو اینا وقت بذارن، بدونن رو استیج چه جوری باید صحبت کرد، بدونن با مردم چه جوری ارتباط برقرار کرد، بدونن سیستم صدایی که جلو چه جوری میشه با اینا کار کرد و تجربه به دست بیارن، استیجای کوچیک‌تر شروع کنن، شهرهای مختلف، تا بتونن اینا رو کم کم بکنن یه ستاره. وقتی از اولین روز میان میشن یه ستاره، خب اینا سری خاموش میشن و از بین میرن. متاسفانه این دیگه به نظر من دیدگاه تایید کننده و سیاست تایید کننده است. چون نمونه های جهانیش آدم های بسیار معروفی رو داشتیم، مثل خانم عدل، خانم مدونا و خیلی خواننده های ابر ستاره دنیا که اینا همون اول گفتن این یه استعداد 18 سالش بوده 20 سالش بوده اومده روسه. کسایی که شما اسپوردین خودتون دارین میگین یه فوق ستاره، اینا یه استثناء تو موسیقیم، کسایی که شما داری اسم میبری، ولی مطمئن باشین همون آدما هم، همون انسان های بزرگ هم، همه روشون خیلی کار شده. آدم های بزرگ اتاق فکرای بزرگی دارن که رو اینا کار میکنن، چی بگن، چی بپوشن، چه جوری بخونن، چه ترکی بدن. خانم عدل یه دفعه 5 سال کار نمیده، یه ترک یه دفعه، یه آلبوم 5 سال، ولی تو اون 5 سال همه اون ترکاشو گوش میکنن. میدونی منظورم چی؟ اینا همه فکر میخواد، تفکر میخواد روش. فکر نکنین یک دفعه اونا هم ستاره شدن. خب حالا بگم چرا انقدر من بچه ننم، مادرم رو دوست دارم. خب من کلا خانواده‌ام رو دوست دارم، هر کاری میکنم برای اینکه لبخند به لباشون بیاد و میدونم الان تو سالن کلی جوان نشسته، کلی قدر پدر مادرتون رو بدونین، اونایی که پدر مادرشون رو دست دادن میدونن چی میگم. تا زندن سعی کنین تمام تلاشتون رو بکنین که فقط اون لبخنده گوشه لبشون باشه. فرفری موی غزل ساز منی، عشق خاموش غزل های منی، تو از این حال دلم بی خبری، جز دل من به کسی تو بگر دست جمعایم کی شدم، تفل ناپای غزل ها زمین گی شدم، بگرارم که به دست دارم از منی آمد، درسم از درست شدی و تا عبر دیر شدم، به تقدیر جهان بی تو نمی اگذر هیچ، جز نگاه تو نگاهی که نمی اگذر هیچ، به تکی فرصت شادی که در این دنیا هست، بی تو این شادی و هم حال و جهان یک جایی. فرفری موی نظر ساز منی، عشق خاموش نظر های منی، تو از این حال دلم بی خبر، جز دل من به کسی نمی‌آید.
دار و غزل دار تو را میخواهم. من شدم در به در یک بله از لبهایم، بس که یک عمر نشستم که بگویی شایم. این همه ناز نکن من چه گناهی کردم که شدم عاشقان روی چهرسه ما. دیگه که این اواخر در مورد شما مطرح بودش این بود که شما در یک موضوع خیلی هیت و داغ این روزها خلاف جریان آب شنا کردین، در مورد ماجرای آقای حمید هیراد. شما کسی بودین که از ایشون دفاع کردین و یه جورایی ایشون رو تسلی دادین، شاید میشه گفت. نترسیدین که همکاراتون یا ترانه سراها شما رو محکوم کنن که از حمید هیراد دفاع کردین؟ من یه شما بگم، من اصلا جز حمید هیراد عزیز که حالا خیلی هم با هم آشنا نیستیم، هر کسی دیگه بود، هر انسانی بود، هر هنرمند بود، ورزشکار بود، هر کسی بود، من اون پست رو براش میذاشتم و دفاع میکردم. شما اگه بری ببینی تو خیابون 10 نفر یه آدمو دارن، اصلا کاری ندارم آدم چیکار کرده، دارن با چاقو میزننش، داره از بین میره، شما خودت نمیری دفاع کنی بگی آقا چرا همچین کاری میکنی، دفاعشو نمیکنی. من وانه یک انسان از همکارم، حالا تو این صنف بود شانس ما، فرقی هم نمیکرد چه صنفی باشه، مطمئن باشین هر کسی دیگه بود، گفتم آقا نزنین، بذارین اینم جوونه، کار داره میکنه، اشتباه هم همه دارن. تمام مشکلات مملکت ما همین 100,000 تومان 105,000 تومانی که شما بلیت میدین نیست، خیلی مشکلات دیگه داره که حالا اینجا من بیان نکنم بهتره. چرا فقط بیاین یه سری مسائل، بعضی آدم ها اصلا کنسرتش نیومده بودن، بهش میگن اصلا طرفدارش هم نبودن، آی ما برای چی باید پلی بک گوش کنیم؟ خب مگه رفتی تو، مگه پول دادی، چرا فوش میدی الان؟ ببین من فقط به عنوان یک انسان، این که من حالا نمیدونم تا کی میخوام کار کنم، تا کی موسیقی کار کنم، ممکنه اصلا 1 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه من نباشم، ولی دوست دارم به عنوان یه هنرمند واقعی، به عنوان یک انسان ازم یاد بشه، بگن میدونی منظورم چیه. نمیخوام فقط به خاطر حاشیه بخوام منم هم رنگ جماعت بپرم به یک کسی که بخوام خودمو بیارم بالا و دیدشم، نه، من به عنوان یک انسان گفتم آقا این کاری که دارین میکنین اشتباه، همین. گلاب، این روزا کشور به خاطر تحریم‌های خارجی اینا تحت یه فشار شدیدی که احتیاج واقعا به همبستگی و اتحاد همه مردم داره تا بتونه این مانع سخت رو مثل هزاران مانعی که در هزاران سال تاریخش بوده طی کنه و بره. امکانش هست که شما به زودی یک آهنگ ملی میهنی، یک آهنگی برای ایران بخونین و منتشر؟ قطعا. حالا اینی که الان سوالی که پرسیدین جزء سورپرایزهای منه، تو همینه که 2 هفته آینده حتما این اتفاقی که شما میگین اتفاق میفته و بیشتر نمیخوام راجع به صحبت کنم چون این سورپرایز بود برام، ولی حتما حتما. پس ما از همینجا وعدهشو به مخاطبامون میدین که به زودی یه آهنگ برای ایران از آقای امیرعباس گلاب خواهیم که برای ایران من تو آلبومم هست به اسم خاک طلایی که بسیار کار خوبیه، بسیار کار عاشقانه ای، حالا همه ایران و حماسی توضیح دادن تو تنظیماشون، ولی ما اومدیم عاشقانه این کارو کردیم، ولی خارج از اون یه اتفاق خیلی قشنگتری هم رخ داده که انشالله تا 1-2 هفته دیگه مشخص میشه، اونم سورپرایز ماست. و آخرین سوالم اینه که برای طرفداراتون که خیلی هم این روزا تعدادشون زیاده و خیلی ها ما دیدیم که همین الان صف کشیدن که فقط با شما یه عکس بگیرن، برای طرفدارانتون بگین که در این کنسرت هایی که دارین چه سورپرایز هایی براشون دارین و به زودی از شما چه چیزهایی خواهند شنید؟ سورپرایز که من فقط سعی میکنم که حالا فعلا رو استیج اون چیزی باشم که خودم هستم، صد خودم رو بذارم، بالاخره ترک های جدید هایی داره اضافه میشه، ما اینا رو اضافه میکنیم و خدا رو شکر که مردم هم سریع، مثلا یک اون سری آخر که کنسرت داشتم 1 هفته بود موزیک هم پخش، ولی همه سالن داشتن اون ترک ها میخوندن. ما داریم سعیمون رو میکنیم و بعد محرم سفر خیلی اتفاقات بهتری تو کنسرت های ما رقم میفته، خیلی برنامه ها داریم. خب این اجرای زیادی داشتم تو این چند ماه، این باعث شد یه ذره، حالا البته من خیلی فعال بودم تو این چند ماه، هم که ویدیو ساختم، هم آلبومم رو جمع کردم، تک ترک ساختم، هم ملودی برای خیلی از دوستان ساختم، حتی خب اجرا هم داشتیم دیگه، این کنسرت ها یه ذره ولی باعث میشه که حالا
این دو ماه محرم سفر تایم خوبیه که بتونیم دوباره برای 6 ماه بعدی ان شاءالله قوی تر و بهتر بیم. یه چیزی هم ذهنم مشغول کرد، چون شما سابقه موسیقی سنتی هم دارین، نمیخواین هیچ وقت کار تلفیقی بین موسیقی سنتی و پاپ کار کنین؟ ببینید من قبلا، حالا نمیدونم کار بمب جنون من و شما شنیدین، کارهای این تیپی، حالا ترکای قدیم منو به گوش کنین، کار تلفیقی توش زیاد خوندم، ولی چرا اصلا یکی از گامایی که میخوام در آینده بردارم همینه. حالا یه سری سبک و سیاقه که میخوام رو اونا بیشتر کار کنم. خیلی برنامه ها دارم، ولی به شرط اینکه این تک ترک و آلبوم رو بدم، چون چند سال مردم منتظرن. و این سورپرایز هم بگم که طرفدارای قدیمیم همیشه ترکای قدیم منو بیشتر دوست دارن. حالا یه سری ها الان جدیدن ترکای ریتمیک هم اضافه شدن، ولی اون فضاها رو بیشتر فکر کنم دوست داشته باشن تو آلبوم. تا اینا رو ندم خیالم راحت نمیشه. بعدش حتما یه سری فضاهای جدید از سال بعد ان شاء الله حتما انجام میشه. I'm